سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خیلی خوب بوده باشه. اگه از بچه های قدیمی هستین خیلی خوش اومدین به این ویدیو، ممنونم که دوباره همراه همین. اگه از بچه های جدید هستین خیلی خیلی خوش اومدین. من سونیام و این ویدیو قراره یه ذره با ویدیوهای دیگه چنل من متفاوت باشه. الان بهتون میگم چرا. من چند وقت پیش یه لینک ناشناس گذاشتم توی صفحه مجازیم و به بچه ها گفتم به عنوان یه نوجوان چه چیزایی خیلی فکرتون رو درگیر میکنه و نمیتونین از کسی بپرسین، و جوابا خیلی جالب بودن. برای همین میخواییم توی این ویدیو جواباشون رو ببینیم و اگه شد یه ذره صحبت کنیم دربارشون. آقا هدف من اصلا چی بود از گرفتن این ویدیو؟ من در کل حس میکنم که خیلی وقتا یه سری موضوعات هست با اینکه خیلی مهمه باشه، خیلی شایع باشه، کسی نمیاد دربارش حرف بزنه، کسی نمیاد دربارش آگاهی بده، و اگه قشری مثل قشر نوجوان که تازه دارن این مسائل رو تجربه میکنن هیچ منبعی ندارن برای اینکه بدونن آقا این قضیه اصلا چیه، و حالا باید مثلا خیلی خوشبخت باشه که یه خواهر برادر بزرگتری داشته باشه یا یه رفیق صمیمی که تجربیاتش مثلا زیاد باشه بتونی ازش بپرسی. اما خیلیامون اینو نداریم و من خودم توی سالهای اول نوجوانی یه سری مسائل واقعا ذهنمو درگیر میکرد و اصلا نمیدونستم چیکار کنم و از کی بپرسم و هیچ جایی هم صحبتی ازش نبود غیر از منابع خارجی. اما خب طبیعتاً فرهنگ اونا خیلی فرق داره با ما. خلاصه نمیخوام خیلی پرحرفی کنم، فقط میخوام بهتون بگم که من این ویدیو رو ساختم و اگه لازم باشه ویدیوهای بیشتری درباره این موضوع میسازم، برای اینکه بچه‌ها مجبور نباشن همه چیز رو با تجربه کردن بفهمن و بتونن با یه سری آگاهی‌های اولیه‌ای خودشون رو از یه سری خطرهایی شاید حفظ کنن و یه سری چیزایی که حالا نباید حتما تجربهش کنی تا یاد بگیری رو با حداقل یه صحبتهای اولیه شاید بتونی با درک بهتر ازشون فاصله بگیری. درباره شیف کردن پرسیدین و این مسئلهیه که من به شخص انقدر سرش عذاب کشیدم که با من خوشحال میشم الان دربارش صحبت کنم، چون یکی از دغدغه‌های اصلی دوران نوجوانی من فکر کنم این بود و یه دلیلش هم به خاطر این بود که خودم زیادی حساس بودم. کاش اینقدر حساس نباشیم واقعا روی خودمون. من برنامه تابستونام قبلا اینطوری بود که مثلا 60 روز در هفته میرفتم باشگاه، بعد اون روزایی هم که نمیرفتم میرفتم استخر، بعد همش یه طوری بود که هر روز شیو میکردم و پوستم واقعا توی بدترین وضعیت خودش قرار داشت اون موقع ها. ولی هر چقدر که داره میگذره این طوری هم که واقعا میفهمم چقدر چیز عادیه و اصلا لازم نیست که تا اون حد حساس باشم سرش. خیلی عادی تر از چیزیه که ماها فکر میکنیم و به خودمون سخت میگیریم. و اگه افرادی رو دور و برت داری که خیلی دارن بهت فشار میارن یا خیلی مثلا مسخرت میکنن، بدون که این رفتارا اصلا نرمال نیست و سالم نیست، از این آدم رو دور شو خیلی راحت. چون کسی که ساده ترین چیز درباره بدن انسان رو نمیتونه درک کنه، توی مسائل پیچیده تر مثلا میخواد چه نظری داشته باشه واقعا. برای شیف کردن کلن راهای مختلفی هست، اما بهترین کار همون لیزر کردنه. من از هر کسی که پرسیدم که آیا مثلا لیزر کردی راضی بودی و اینا، همه گفتن بهترین تصمیم زندگیم بود. دیگه خودتون قضاوت کنین. کلن اگه توی سنی هستین که میتونین برین لیزر کنین و این داستانا، حتما انجامش بدین، یک بار برای همیشه راحت شین. اگه هنوز نمیتونین لیزر کنین، با همون روش ها پیش برین. فقط چیزی که میگم اینه که یکمی به خودتون راحت بگیرین. لازم نیست هر روز شیو کنین و لازم نیست حرفای دیگران رو تحمل کنین دربارش. مرسی. یه سوالی که پرسیده بودین درباره HPV یا زگیل تناسلی بود. حالا اگه نمیدونین چیه یه توضیح کوتاه میدم. یه بیماریه که روی پوست بیشتر تاثیر میذاره و خیلی انواع مختلفی داره. مثلا
بیشتر از 100 تا نوع مختلف داره که حالا بعضیا خیلی کم خطرن، مثل زگیل و اینجور چیزا که روی مثلا دست میزنه فلان، و یه سری که روی ناحیه ژنیتال تاثیر میذاره خیلی پرخطرن، حتی میتونن باعث سرطان هم بشن. یکی از خطرایی که رابطه جنسی داشتن توی سنین خیلی زود داره همینه که اصلا ماها شاید ندونیم که باید به این قضیه توجه کنیم که طرف مقابلمون ممکنه این HPV داشته باشه، ممکنه HIV که ایدز هست داشته باشه و یه سری بیماری های دیگه. این چیزایی هست که اولا طرف مقابلت ممکنه خودش ندونه، اصلا با خبر نباشه و به تو انتقال بده. دوما وقتی شما مبتلا به این بیماری بشی دیگه راه برگشتی نیست، دیگه نمیتونی کاری براش انجام بدی و بهترین راه برای پیشگیری واکسن زدنه، که اتفاقا توی سنین ما یعنی نوجوانی، اول جوانی، اینا خیلی بهتر جواب میده واکسنش و بهترین موقع است که این واکسن رو بزنین. الان برای تشخیص دادنش هم یه سری آزمایش های وجود داره، مطمئن نیستم ولی مثلا میدونم پاپ‌اسمیر برای خانم ها مشخص میکنه. در کل این که آره میتونین برین آزمایش بدین و مطمئن شین اگه خیلی نگرانش. بیشترین سوالی که شما پرسیدین درباره مسئله خودارضایی بود، که خب فکر میکنم مسئله‌ایه که واقعا خیلی کم دربارش صحبت میشه. من خودم تا قبل اینکه بیام دانشگاه حتی توی جمعای دوستانمون هم صحبت خاصی ازش نمیشد. و آیا این به این معنیه که خب این قضیه اصلا وجود نداره یا خیلی کمه توی نوجوانا؟ اتفاقا برعکس، توی نوجوانا خیلی بیشتره. این که صحبت نمیشه دربارش یه سری دلایلی داره که حالا بعدا بهش میپردازم. خودارضایی باعث میشه که یک سری از هورمونا یهو به مقدار زیادی توی بدن ما ترشح شه، که حالا این هورمونا چی هن؟ مثلا یکیشون دوپامینه که احتمالا میدونین هورمون مربوط به چندام سرخوشی و لذت و اینجور چیزاه، و یه سری هورمونای دیگه مثلا هورمون عشق هست، هورمون تسکین دهنده درد هست. حالا کلن اتفاقاتی که رخ میده تو مغز و ترشح این هورمونا و این داستانا باعث میشه که در نتیجه استرس فرد کم شه، ریلکس شه، زودتر خوابش ببره. من به واسطه محتوایی که میساختم با بچه‌های کنکوری خیلی در ارتباط بودم و باورتون نمیشه من در طول سال چقدر پیام میگرفتم درباره اینکه آقا مثلا یکی از دغدغه‌های اصلی بچه‌ها این موضوع بود. یعنی هر چقدر که من پیام میگرفتم درباره درس خوندن، شاید همونقدر پیام میگرفتم درباره این موضوع. الان قشنگ فکر کنم بتونیم بفهمیم که چرا بچه‌هایی که کنکوری ان یا کلا توی شرایطی هستن که تحت فشارن بیشتر به این کار رو میارن، به خاطر اینکه مثلا یه منبعی برای ریلکس شدنه براشون. کلن هم نوسانات هورمونی توی نوجوانی خیلی زیاده و باعث میشه تشدید شه این قضیه. خب این از این، فقط میخواستم یه توضیح اولیه اینجا داشته باشیم که یه سری چیزا شاید براتون روشن بشه. نکته بعدی که میخوام بگم اینه که به طور علمی هیچ ضرر یا عواقبی براش پیدا نشده که بگیم. حالا شنیدین دیگه که میگن کور میشی، موهات میریزه، این داستانا، هیچ کدوم به طور علمی ثابت نشده. اما خب میتونه یه سری تاثیرات روحی نامناسبی بذاره دیگه، مثلا بعضی افرادو به سمت افسردگی میبره. حالا این احساس افسردگی که بعد از اون احساس گناه در واقع میاد سراغ آدما به خاطر چیه؟ دلایل مختلف داره بازم. یه دلیلش میتونه تاثیرات دینی و اینجور چیزا باشه که خب توی یه سری دینا منع شده کلن این قضیه. خودتون برین تحقیق کنین اگه میخواین دیدگاه مثلا دینی رو درباره این قضیه بدونین. من توی این ویدیو فقط یه سری دیدگاه‌های اجتماعی و علمی که خودم ازشون با خبر هستم رو بیان می‌کنم. دیگه بقیه‌اش رو خودتون باید برین دنبالش. و دلیل دیگه‌ش هم اینه که خب کلاً از مسائلیه که توی جامعه بد دیده میشه و چون بد دیده میشه طبق معمول اصلا صحبت نمیشه درباره‌اش دیگه. فقط اینطوریه که نه نرو سمتش و همین. و باعث میشه که خب
آدم احساس بدی هم داشته باشه. طبیعتا حس میکنی که داری همون کاری انجام میدی که همه بهت میگن انجام نده و کار بدیه و این داستانا. هرچند که این احساس میتونه خیلی متفاوت باشه برای آدما، مخصوصا برای دخترها و پسرها. پسرها خیلی این موضوع براشون عادی تره، خیلی درباره شوخی میکنن، کلا یه چیز نرماله براشون، برعکس دخترها. دخترها نه تنها خیلی احساس بدتری دارن، بلکه خودشون حتی تو جمعای خودشون هم صحبت نمیکنن دربارش. اگه میخواییم میتونین این ویدیو رو برای دوستاتون هم بفرستین و بعدا دربارش صحبت کنین. در کل خیلی مهمه که این صمیمیت وجود داشته باشه، حداقل بتونین با دوستاتون درباره اینجور چیزا صحبت کنین، چون که واقعا حالا توی فرهنگ ما با بزرگترها که نمیشه در این موارد صحبت کرد. توی اینترنت هم که توی سایت های فارسی برین نگاه کنین، همه چی اینطوریه که دوباره نه بده فلان و خیلی چیزی دستگیرت نمیشه. اینم بگم که حرفای من اصلا الان به این معنی نیست که آقا این کار خوبه انجامش بده یا بده انجامش نده. خب من فقط از این خوشم نمیاد که ما توی جامعه میایم میگیم یه چیز به طور مطلق بده و اصلا دربارش صحبت نمی کنیم و طرف فقط باید با تجربه پیش بره و ندونه که چی به چیه. بچه‌ها خیلی از سوالاتون مونده ولی نمیخوام ویدیوش خیلی طولانی شه. اگه دوست داشتین بگیم من درباره این موضوعات دوباره صحبت کنم، پارتای بعدی این ویدیو رو میتونم بسازم. مخصوصا بیشتر سوالاتتون که مونده درباره دیتینگ لایف بود، دیت میری و چه کارهایی انجام بدی چه کارهایی انجام ندی و این داستانها، اگه دوست دارید بگید یکم صحبت میکنیم درباره شون. مرسی که این ویدیو رو دیدین، امیدوارم که کمک کرده باشه بهتون. بفرستین برای کسایی که فکر میکنین ممکنه همچین دغدغه‌هایی رو داشته باشن، که تقریبا میشه همه نوجوانا. بفرستین برای دوستاتون تا کمکشون کنه این ویدیو. خیلی دوستتون دارم و امیدوارم توی ویدیوهای بعدی هم ببینمتون. فعلا بای بای.